رهبران کنگره آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه به کاخ سفید رفتند تا ضمن مشاهده اطلاعات محرمانه در ارتباط با کره شمالی در جریان استراتژی و طیف وسیعی از گزینه‌های ایالات متحده آمریکا علیه تهدید هسته‌ای و موشکی کره شمالی قرار بگیرند. واشنگتن روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد اولویتش در برخورد با بحران هسته‌ای کره شمالی اعمال فشار و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه پیونگیانگ خواهد بود تا دست از آزمایش‌های اتمی و موشکی بالیستیک خود که ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است بردارد. چین که متحد اصلی کره شمالی و خواهان تنش‌زدایی در منطقه از راه گفتگوست، از آنچه لحن ملایم‌تر واشنگتن علیه کره شمالی خواند استقبال کرد. بسیاری از مقام‌های ارشد آمریکایی اخیراً در اظهارات خود به ضرورت حل مشکل کره شمالی از راه گفتگو و مشاوره اشاره کردند. این اظهارات حاوی پیام مثبت و سازنده است که ما از آن استقبال می‌کنیم. اما به رغم لحن ملایم‌تر آمریکا در مقابل کره شمالی، مقام‌های آمریکایی می‌گویند در مقابله با تهدید کره شمالی همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. همانطور که پرزیدنت ترامپ و جنرال ماتیس به روشنی گفتند، همه گزینه‌ها روی میز است. ما نمی‌خواهیم کیم جونگ اون را به زانو در بیاوریم. می‌خواهیم او را سر عقل بیاوریم. هری هریس جونیور فرمانده نیروهای آمریکایی در اقیانوس آرام که روز چهارشنبه در کنگره ایالات متحده شهادت می‌داد، گفت خطر کره شمالی را باید جدی گرفت. اولویت اصلی من دفاع از سرزمینم است. از همین رو باید فرض را بر این بگذارم که ادعاها و تهدیدهای هسته‌ای کیم جونگ اون واقعیت دارد. می‌دانم نیتش مطلقاً واقعی است. جدال لفظی واشنگتن و پیونگیانگ، حرکت یک ناوگروه جنگی ایالات متحده به طرف شبه جزیره کره، پهلو گرفتن یک زیردریایی آمریکا در بندر بوسان کره جنوبی و در تازه ترین اقدام استقرار سامانه دفاع موشکی تاد ایالات متحده در کره جنوبی به این نگرانی دامن زده است که آیا واقعا جنگی در راه است؟ دنی روی از مرکز ایست وست در تماسی از طریق اسکایپ به صدای آمریکا گفت جای نگرانی زیادی وجود ندارد، چون تقریبا هر سال همین موقع شاهد افزایش تنش‌ها به ویژه جدال لفظی دو طرف هستیم. این از آنجا شروع می شود که ایالات متحده و کره جنوبی هر سال همین موقع رزمایش مشترک نظامی برگزار می کنند که کره شمالی از آن متنفر است و آن را تهدیدآمیز و مستحق واکنشی محکم تلقی می کند که اغلب در قالب اظهاراتی ستیزه جویانه بیان می شود. قدرت نمایی و رزمایش های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی در سالهای اخیر اما نتوانسته است در تغییر رفتار کره شمالی مؤثر واقع شود.